سلام، خوش اومدید به استدیو پارسا و بخش خبری ساعت 9 روز دوشنبه. مخالفت یک قاضی با دو همسری در رودهن. این حکمی که میبینید با استناد به قوانین جاری و همچنین قانون اساسی برای تایید ازدواج دوم مرد درخواستش رو رد کرده و در رأی خودش هم تصریح کرده که هیچ وجدان متعارفی بر نمیتابه که کسی همزمان دارای دو تا همسر باشه تو این شرایط اقتصادی. کاش چنین آرایی در تمامی زمینه ها دیده میشد. وقتی مجری خبر شبانگاهی شبکه 3 خبرش رو گم میکنه. بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است. خب دوستان لطفا به من اطلاع بدن که خبر بعدی کدام خبر هست که من خدمت مردم عزیز ارائه بکنم. بله، رئیس جمهور به وزرای صنعت، جهاد کشاورزی. پلم شدن آسانسورهای غیر استاندارد تو اداره استاندارد، همچین چیزی امکان داره؟ استاندارد آسانسوراش غیر استاندارد بوده توی حالتی خبر که من هر چی به این خبر اضافه کنم و بار طنزش کم کردم، یعنی آدم وا میمونه، اصلا در خود وا ماندم در این حالت خبر. درسته که ما یه ضرب المثلی داریم که کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره و همیشه هم داریم همچین تلاشی میکنیم، اما شما یه لحظه فکر کنین مثلا من یه کارآفرینم و از این اتاق در اداره استاندارد به اون اتاق در اداره استاندارد همینجور دارم میرم، کارمنده محترمم مثل تیکی تاکا من رو دارن پاسکاری میکنن و سوار آسانسوری میشم که غیر استاندارده. دقیقا مثل اینه که زنگ بزنی اداره برق بگی برقمون قطع شده، بعد اونم بگی برق ما هم قطعه، در این حد. و اتفاقی که همین چند ساعت پیش افتاد تو شبکه 3 اتفاق عجیب، تو برنامه زنده صبحگاهی تبلیغ برند پوشاک خارجی رو آنتن، اونم زنده. الان یکم خرابه، دو تا علت بزرگ همش، یکی خب شکاره به خاطر پوستشون، چینی ها اعتقاد دارن که میتونن از باب داروهای مفید استخراج کنن، شکار میکنن پوستشون که خب معروفه پوست خزه جذابشون، و بزرگترین علتش قلمرو دیگه نداره به اون وسعتی که باید داشته باشه، همون 60 تا 100 کیلومتری که گفتیم که باید قلمرو داشته باشن. اونا رو هی انسان ها اومدن هی خونه سازی کردن، هی اومدن زمین کشاورزی درست کردن و همین باعث شده که هی قلمرو اینا خیلی کوچیک‌تر شه. و شعبه السی واکیکی که توی مازندران کلنگش خوردیم، ببرا گفتن دیگه حاجی اینجا قلمرو ما نیست، رفتن تو خزر. آره. خودشونو خفه کردن. خب تا بخش خبری ساعت 10 و خبرهای اقتصادی.